بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و سعدمند باشین شاگرده ایزو گران قدر درسای بیالیجی را تقیب میکنینی درسا بر شاگرده سنفه 8, 9, 10, 11, 12 و کامکوری است در کتاب بیالیجی سنفه 8 هستیم به درس پنجم رسیدیم درس پنجم و عنوان درس ما است ایوانات فقاریه صفحه پینجا و چار کتاب مکتبتان دوستای نازنینم فقاریه ایواناتی را میگیم که ستون فقرات دارن فقرات یعنی ستون مهره ها از مهره مهره ساخته شده تیر پشت دارن و در داخلی تیر پشت هر مغز یا نخواهی شوکی قرار دارن و و پنج سنف تقسیم میشه که در یک سنفش ما انسان ها هم شامل هستیم بیاییم ببینیم چی گفت ایوانات فقاریت دارای اسکلیت داخلی میباشند شاگر دای گران قدرم اسکلیت دو نوست خواب در ایوانات یک اسکلیت داخلی است یک اسکلیت خارجی است اسکلیت داخلی شاگردهای نازنین او اسکلیتی است که توسط ازالات پوشونی داشته در حالی که اسکلت خارجی را عضلات نپوشانیده ما و شما را بیدید روی ما را عضلات گوشت پوشانیده ایوانات و موجودات که روی اسکلیتشان گوشت پاشنده باش و میگیم اسکلیت داخلی دارد بنان ایوانات فقاره یک اسکلیت داخلی دارد این اسکلیت داخلی سبب چی میشه؟ سبب استوار نگه داشتن وجود میشه اصلا اسکلت پنج وظیفه دارد گرچه حرکت مربوط عضلات است خدا اینجا گرفته که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن میشه پنج وظیفه داره یکیش نگهداری اساس مثلا این اسکلت ماست که قلب و شش ما را صدری ها کرده، مغز ما را جمجمه ها کرده، محافظت کرده. دستگاه عصبی به صورت یک, یک تیوب در امتداد سمت زهری زهری پشت سر ما قسمت پشت سر یک صدری داریم قسمت پیش است، یک زهری داریم قسمت پیش سر ستون فقرات در قسمت پشت سر ما هست خب این مشخصات ایوانات فقاری را ما بر شما نشته کنم یک اسکلت داخلی داره اسکلت داخلی داره یک اسکلت داخلی رو فهمیدیم که اسکلت اسکلیت گشت گوشت پوشانیده باشه دو درجه حرارت بدنشان در سه کلاس ثابت نیست در سه در دو سن ثابت است در اینجا بیاین که نشته کنم به پنج صنف تقسیم میشن به پنج کلاس تقسیم میشن از بستانداران و پرندگان عرارت بدنشان ثابت است در زمستان هم فعالیت کرده میتونن اما از زو حیاتین ماهیان و خزندگان ثابت نیست پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تاملات کیمیاوی داخل اجرات بدن خود را گرم نگه می این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یا هومو... هومو... ترموس یاد می شود هومو ترموس یا حرارت ثابت حرارت از کجا می کنند؟ از احتراق مواد غذایی در داخل اجره با وجود می هم. مواد غذایی که با اکسیدیشن می رسند انرژی تولید حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط و ماحولشان ارتباط دارد یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر میکند حیواناتی که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت های اجارات کنترل نمیتوانند به نام حیوانات خون سرد یا پیکلوترمیا او ای و پیکلوترمیوس پی مثل ماهیان زوحیاتین و خزندگان اینا را خون سرد میگیم به این دوستای نازنین سوال برتان میتون یک در مورد حیوانات فقاریه معلومات دهید فقاریه معلومات دهید یک سوال خدمت شما دو حیوانات خونگرم و خونسرد چی چی فرق دارد؟ میگن خونگرموز که حرارت بدنش ثابت تا است تا احتراق در اجرات حرارت خود ثابت نگاه میکنن مهم نیست که گرمی شده در محیط یا سردی اینا زندگی میتونه اما ایوانات خون سرد ایوانات است که حرارتشان تا بی محیط است اگه محیط سرد میشه اینا بدن خود گرم نگاه نمیتونه فعالیتایشان از بین میره در فعالیت نمیداشته باشه خوب دوران خون فقاریه ها دوران خون بسته است مشخصه سیون دوران خون بسته خون بسته شاگردای نازنینم دوران خون دو نو خب دوران خون دو نو یکی باز یکی بسته فرق باز و بسته است در بسته خون از قلب خارج میشه باز در سیستم دوران خون میگم در دا داخل شریان شریان مویرگ مویرگ ورید ورید پس به قلب در دا داخل یک سیستم تیوب مانند درکت میکنه الا که رگ پاره شود که خون از سیستم برای در غیر در دا داخل یک سیستم بسته است اما دوران خون بازوس که اتو کاملا رگ ها وجود نداره خون در جوف بدن دید میشه دوباره پس جمع میشه خب یعنی خون همیشه در دا داخل رگ ها دوباره میخوانم سعی کنید دوران خون فقاریه ها دوران خون بسته است یعنی خون همیشه در داخل رگ ها جریان نموده و از آن بیرون نمی شود خو ای که دوران خونشان بسته است دوران خون بسته را مفهومشان شون داخل رگ است قلبشان شاگردای نازنین میتونه دو جوف داشته باشه یعنی دو خالیگا جوف خالیگا میتونه سه جوف داشته باشه و میتونه چهار جوف داشته باشه که از ما و انسان ها چهار جوف داره که دو دهلیز است دو بوتین است که باز در موردش گپ میزنیم انشالله تا اینجا یک مقدار شما بزرگوارا فهمیدین در سر جای مشکل می بود ما رو در جریان بانین گپ میزنیم خب فقاریه ها گفتیم پنج سنف هستن سعی فقاریه ها پنج سنف ایوانات فقاریه پنج سنف یکی ماهیان است ماهیان یکی زوحیاتین است زوحیاتین یا بقه ها یکی خزندگان است یکی پرندگان است و یکی هم پستانداران است اول می ماهیان می خونیم. فیشس یا ماهیان فوسیل ها نشان میدهد که ماهیان اولین فقاریه ها در کره زمین می باشد یعنی از بسیار سابق ماهیان دارای شکل اندازه و رنگ های متنوی هستند خبر دارید دیگه رنگشان و فرق میکن اندازهشون بعضی صفات مشخصات با آنها کمک میکنن تا در آب زندگی کنند. مثلا برانشی دارن شاپرها پرها دارن که در آب زندگی میتونند. تمام ماهیان شناوران مادرزاد میباشن از این کودکی مثل ما شما نیاز نداره برن یاد بگیرن آب بازی یاد دارن ماهیان در بدن خود دارای اعضای هستند که آنها را در شنا کمک کنند مثل شهپرها که برای راندن توقف و نگه داشتن موازنی بدن و حرکت مورد است پس شهپر چی استفاده میکنه راندن پیش برند، توقف کردن و تعادل بدن خود را افز کنند سعی است این در این رسم ماهی شما میتونید که شهپرهای ماهی را این شهپرهای ماهی است که در قسمت بدن در قسمت صدر در قسمت مقد و در قسمت دومش قرار داره و این اینجا برانشی هایش از دوستای نازنین که از این میگیره اکسیژن آب تنفس میکنه و پس خارج میشه ان که یک مقدار در مورد ماهیان فهمیدیم ماهیان دارای برانشی ها هستند که با واسطه آن تنفس میکنن ما یکی شش داریم که ما و شما شش در کار میتن برانشی در آب برانشی عبارت از است که اکسیژن منحل در آب را جدا کرده به خون میدهد همچنان برانشی کاربندای اکساید را کاربندای اکساید را که از جرات بدن جمعآوری می شود از خون گرفته در آب آزاد می کنه. اغلب ماهیان از طریق گذاری تولید مثل می کنه. درست شد یعنی یک سوالک برتان میارم در مورد ماهیان معلومات دهید معلومات دهید شما میگین که از جمله فقاریه هاست آبزی هستند در آب زندگی میکنند رنگ های مختلف جسامت های مختلف دارند دارای شاهپر ها میباشند که در آب بازی توقف تعادل کمکشان میکنند از براشی استفاده میکنند در تنفس خود براشی است که اکسیژن منحل در آب میتونه جدا کنند انواع ماهیان امروز سه کلاس ماهیان زندگی دارند ماهیان بیالاشه ماهیان غزروفی و ماهیان استخوانی ماهیان سه نو هستند یک بدون علاشه بدون علاشه دیگه ماهیان غزروفی غزروفی غزروفی. غزروف دوستای نازنینم از استخوان کرده ساختمان های نرمتر است رزروف همین نوکی بینی مثلا غزروف است پکی گوش غزروف است رزروفی و بالاخره ماهی های استخوانی اول میم ماهیان بی بدون علاشه یا بی علاشه این ماهیان دارای پوست لش لغزنده بوده، دهن آنها مدور دارای بدن طویل و فاقد علاشه میباشد اینها شهبرهای جانبی ندارند شهبر جانبی ندارند اسکلیتان ها از غضروف ساخته شده است مثالش چی است لمپری و هک فشسته خواب شاگردای نازنینم سوال انوای ماهیان را نام برید انواع ماهیان چیست سوال دیگه ماهیان بدون علاشه بدون علاشه چیست شما میگین ماهیانی است که دهنه مدور دارند پوست لش زنده دارند دارای بطن طویل هستند فاقد علاشه هستند و اسکلیتشان از غزروف ساخته شده لیمپریو هیک فش نماینده شان است که این شما در اینجا می میبینه خب شاگرده نازنینم موضوع دیگه ماهیان غزروفی است خب مثلا شارک یک نماینده شان است در بسیاری از فخاریه ها غزروف های نر منگام نمو با استغان تبدیل میشه ما و شما اول مثلا اکثر استغان های ما غیر استغان جمجمه غزروف از باز استغان میشه لیکن اسکلت نو شارک و ری که دو نو مایی نماینده از یک شارک است هیچ با استغان تبدیل نمیشود شارک ها از جمله بزرگترین ماهی ها هستند جسم تعداد از آنها با فلس پوشیده شده است ماهیان غزروفی دارای علاشه کامل و فعال می باشند و از جمله شناوران بسیار قوی و شمار می روند اکثرا تخمگذار و بعضا چوچشزا هم می باشند اینکه شما در این تصویر می توانید ببینید به سوال برتان میارم ماهیان غزروفی چیست؟ سوم ماهیان استخوانی است کلاس ماهیان استخوانی از بزرگترین صنف ماهیان است ماهی طلایی شیر ماهی مار ماهی ماهی لقه ماهی خالدار و غیره شاملش است خب چنانچه از نام آنها پیداست شان استخوانی می باشد همچنان جسم آنها توسط فلس پوشیده شده تعداد زیاد از ماهیان استخوانی به منبی غذایی انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند ماهی هایی که می خوریم از این می جمله ماهی های استخانی را این یک سوالک میارم ماهیان استخانی چیست؟ گفتم یک کتاب چگه که سوالات برتان داشته باشین ماهی های که میگن اسکلیتشان استخوانی است مثال هایشان ماهی، خالدار ماهی، مار ماهی، شیر ماهی و ماهی تلایی است این دوستای نازنین میام منو ماهین داشت در مورد ماهیان مشکل نداریم انشالله باز دستان فیازده دوباره در موردشان بس خود داشتیم ماهیان ایوانات آبسی هستند فقاریه هستند بدن لشم دارن در آب زندگی میکنن ذاتن باز هستند برانشی دارن که اکسیجن از آب برشان جدا کنه اکسیجن منحله در خارج از آب از بین میرن و به بخش تقسیم میشن ماهی بدون علاشه ماهیای های غزروفی و ماهی های انشاالله انشالله که در این زمینه مشکل نداشته باشیم خب شاگرد های نازنینم موضوع دیگه زو حیاتین یا انفیبینس است زو صاحب مانامیده حیاتین دو حیات مانامیده صاحب دو حیات هستند دو حیات چطور یکی حیات آب یکی حیات خشکه یعنی هم در آب زندگی میتونن هم در خوشکه زندگی میتونن دقت کنین آیا میدارید که بعضی حیوانات قادرن به وسیله پوست یا جلد خود تنفس کنن؟ بله یعنی میزوهایتن آیا آنها در آب زندگی میکنن یا در خوشکه؟ در واقع امر در هر دو محیط زندگی کرده میتونن بعضی حیوانات بسیار از زوحیتن یک قسمت زندگی خود را در آب و یک قسمت دیگر را در خشکه سپری میکند از این سبب به نام زوحیاتن یاد میشود در مرحله لاروایی وقتی خرد در آب زندگی میکنند دارای برانشی بوده و وقتی به خشکه میان برانشی به شش تبدیل میشد و میتوانند توسط شش ها تنفس نمایند زوحیاتن دارای جلد نازک شفاف مرتوب و بدون فلس است این مشخصات سبب می شود تا بقه های بالغ بتوانند از طریق پوست خود تنفس کنند چون جلد نازک دارند بسیاری از این دارای جلد درخشان و رنگه زهری می باشن که باعث می شود دشمنشان از ترس بالای آنها عمله نکند اما جلدشان زهر می داشته باشد خب دیگه بقه کار شما دور برتان دیدین اینجا مراحل حیاتشان نشان میده ده می, می بینین تخمشه لارواست و استا, آستا دوم خود از دست میته به یک بقی بالغ تبدیل میشه درست است یک سوالک تقدیم شما در مورد زو حیاتین معلومات دهید معلومات دهید میگین زو حیاتین حیوانات خشک و آب هستند و بدن نرم و مطوب دارن از طریقش میتونن تنفس کنن جلد زهری دارند و هم ساله هم حیاتین. زوحیاتاین زوحیاتاین بر اسب خصوصیات ظاهری به سی گروپ تقسیم میشه چند گروپ؟ سی گروپ حیاتین به سی گروپ تقسیم میشه یک زوحیاتاین بدون پا بدون پا دو زوحیاتاین دمدار سه زوحیاتاین بدون دم این است سه نوه انواع زوحیتین سه نوه اول حیاتین بدون پا اینها کرمانن بوده فاقد پا و دست می باشند مانند سیسیلین لین ها نمایدیش چی است؟ سیسی لین است اگر از موتو پرسان کنه سوال چار جواب بیاره که کدام از اینا حیاتین بدون پاس شما سیسیلین لین دوم می حیاتین دمدار دارای بدن طویل پاهای کوتاه و دم دراز هستند و معمول ترین آنها سلامندر هستند سوال میکنه سلامندر چی و زو حیات این یا بقه است میگیم از جمله بقه های دم دار هستند سیوم زو حیات این بدون دوم. بیش از دو هزار نوان شناخته شده انواع بقه ها و کور بقه ها و غیره را شامل می شود اه انوای زو حیات این زو حیات این. میگه سه نو یکی بدون پا یکی دمدار یکی بدون دو که شما در این تصویر میبینید خب شاگردای نازنین ماهیان و زوحیتین نفهمیدیم خزندگان و پرندگان و پستانداران در درسهای بعدی خدمتتان تشریح خواهی از توجه یک جان سپاس تا درس بعدی خدا یار و یاورتان باشه